سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه یک امروز که طبق روال اختصاص دارد به بررسی روزنامه‌های صبح تهران و مرور مهمترین گزارش‌ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در آنها. موضوعاتی مثل رد صلاحیت روحانی و گمانه‌زنی‌ها از آینده او، خروج سرمایه از کشور، نشست داووس و آتش‌سوزی بیمارستان گاندی از جمله موضوعاتی هستند که امروز اونها رو مرور می‌کنیم. مثل همیشه فرزانه بزرپور با ماست تا این عناوین رو با هم مرور کنیم. فرزانه صبحت بخیر. اجازه بده با رد صلاحیت حسن روحانی شروع کنیم که علی‌رغم اینکه خبرش روز پنجشنبه منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مجازی داشت و فضای مجازی زیاد در موردش صحبت کردند، در مورد آینده سیاسیش گمانه‌زنی کردند، ولی امروز روی روزنامه‌ها، روی کیوسک اومد و در موردش خبرهای منتشر شد. چی نوشتن روزنامه‌ها در این مورد؟ سلام، وقت بخیر. خب بله، رد صلاحیت روحانی برای برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اعتدالی شوک‌آور بود، انتظارش رو نداشتند. اما روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت از کیهان و جوان روی این موضوع رفتند که بنابر همون حرف خمینی که ملاک حال فعلی افراد است، حال فعلی روحانی اینه که بایستی رد صلاحیت میشد و عمل کردش در جریان ریاست جمهوریش هم این وضعیت رو باعث شده. اما روزنامه هم‌میهن و سازندگی به نوعی از این رد صلاحیت روحانی تونم بگم عزادار شدند. صفحه سیاهی که روزنامه هم‌میهن بسته، اگرچه برای در واقع فوتیه که زینب دختر علی رو در واقع راجبش صحبت کرده، اما بیشتر به روحانی شبیه تره. اما رد صلاحیت روحانی برای هم‌میهن از این جهت شوک‌آور بود، چون انتظارشون این بود که حداقل شورای نگهبان برای یک رقابت کمی هم که شده روحانی رو در بازی نگه داره، اما چنین نشد. این از که هم‌میهن تیتر زده روحانی هم رد صلاحیت شد تا اعتدالیون نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات خبرگان گزینه‌ای برای مشارکت نداشته باشن. سازندگی هم تیترش اینه، علیه مشارکت. رد صلاحیت روحانی رو به معنای عدم مشارکت افراد گرفته. اما اینکه آینده روحانی چه خواهد شد؟ همین روزنامه هم‌میهن در سرمقالهش گمانه‌زنی‌هایی رو در سه سطح مطرح کرده. اول اینکه برخی فکر می‌کنن این رد صلاحیت به سود روحانی بود، چون آبروش حفظ شد، حداقل اینکه وقتی قرار نیست رأی بیاره آبرومندانه توسط خود شورای نگهبان حذف شد. گمانه‌زنی در واقع تحلیل دوم هم اینه که این انتظار بود که روحانی یا حداقل خودش فکر می‌کرد می‌تونه نقشی مشابه هاشمی رفسنجانی در 68 ایفا کنه، اما و همین هم اصلی‌ترین عامل رد صلاحیتش بود و خب این فرصت از جریان اعتدالی گرفته شد و در سطح کلان هم این پیام رو برای اعتدالیون داشت که حاکمیت به دنبال خالص‌سازی کامله. روزنامه جمله آمده کالبد شکافی کرده رد صلاحیت روحانی رو در کنار حذف رقبای ابراهیم رئیسی، چون ابراهیم رئیسی از خراسان جنوبی کاندید شده بود و نه از تهران، و تو همون خراسان جنوبی هم 5 تا رقیب دیگری وجود داشتند در کنار رئیسی برای ورود به مجلس خبرگان که هر 5 نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. و روزنامه جمله به کنایه گفته این رد صلاحیت همه رقبای رئیسی برای این بوده که حاکمیت هم فکر میکنه رئیسی نه در سخنوری نه در جلب توجه جامعه انقدر دست بسته است که خود شورای نگهبان میدان رو برای او خالی کرده که از الان بشه رئیسی رو فرستاد مجلس. اعتماد هم فقط نکته‌ای که بهش اشاره کنم، یادداشتی از علی ربیعی بود که گفته بود این سوال رو مطرح کرده بود که آیا حذف روحانی آخرین تکه پازل هست یا اینکه نه دایره نظام قراره تنگ‌تر از این بشه و دیگه مرکز بیرون بیفته از این دایره. و عملاً سوال ربیعی اینه که روند خالص‌سازی میتونه بیش از این ادامه پیدا کنه. فرزانه، بحث خروج سرمایه از کشور که موضوع تازه‌ای هم نیست، به هر حال یک روندی که از سالها قبل وجود داشته و همچنان هم ادامه داره، موضوعی که امروز در روزنامه ستاره صبح بازتاب پیدا کرده. چی نوشته؟
9 میلیارد دلار سرمایه فقط در طول 3 ماه از کشور خارج شده. عدد بزرگی است. کلی ماشین و خونه و احتمالاً مال و اموال تبدیل به ارز شده و از کشور خارج شده. سال گذشته رقمی که اعلام شده بود از میزان خروج سرمایه از کشور در طول یک سال 10 میلیارد دلار بود. تفاوتش اینه، یعنی الان در طی 3 ماه 9 میلیارد دلار از سرمایه از کشور خارج شده. هشدار به خروج از سرمایه داده و دلیلش خب در این 3 ماه هم میدونیم جنگ غزه، حملات حوثی ها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که مدام حمایت از گروه های مقاومت در منطقه بود، ایران رو در خطر جنگ هم قرار داده و روزنامه ستاره صبح این نگرانی رو داره که این روند سوء مدیریت حکمرانی ما رو تو شرایط بدتر از این هم قرار بده. بحث دیگه بحث نشست داووس هست که اواخر دی ماه برگزار شد. روزنامه فکر میکنم دنیای اقتصاد بود که یک روایتی از این نشست منتشر کرده. چی نوشته؟ بله، آقای محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی از جمله معدود کسانی است که همیشه از طرف ایران دعوت میشه به اجلاس داووس به عنوان یک اقتصاددان و به حال فرد خصوصی به این اجلاس هم دعوت میشه. امسال هم به رسم هر ساله در این اجلاس دعوت شده بود و گزارشی از حضورش در اون جلسه داده، روزنامه دنیای اقتصاد اون رو منتشر کرده. آقای سریع‌القلم به نکاتی اشاره کرده، از جمله اینکه در اجلاس 2024 حتی یک نفر از داخل روسیه دعوت نشده بود و جو جلسه خیلی ضد روس بود. در بین رهبران جهان هم افراد مختلفی سخنرانی کردن، اما سخنرانی نخست وزیر ویتنام خیلی جلب توجه کرد به خاطر اینکه این فاصله گیری رو از تاریخی رو که با آمریکا و چین گذرانده بود رو به حال ویتنام گذرانده بود رو دلیلی بر این ندونست که بخوان با این کشورها همچنان بر سر ستیز باشند. هیئت حاکمه اون کشور وظیفه خودش دونسته بود که منافع و ثروتمند شدن ویتنام رو بر تصفیه حساب تاریخی مقدم بدونه. به خاطر همینم ما میبینیم امروز ویتنام تبدیل به یک هاب به فناوری دنیا شده و علیرغم با هیچ قدرت نظامی هم توافق نداره، اما در این حال با هیچ کسی هم وارد جنگ و ستیز نیست. 90% تراکنش جهانی امروز توسط دلار اتفاق میفته و حتی چینی ها هم راه طولانی دارن که برسن به آمریکا و اینکه بیشتر 80% مباحث میزگردهای داووس روی حول محور آیتی و هوش مصنوعی میگذشته و چینی ها، هندی ها و حتی ویتنامی ها خیلی پررنگ توی این جلسات حاضر شده بودن. به حضور پررنگ عربستان اشاره کرده و سخنرانانی که با انرژی و امید و حس تعلق قوی به کشور راجع به موضوعات صحبت می‌کردن و گفته که وقتی کشوری در قالب مشارکت‌های اقتصادی و سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی به صورت دست جمعی تصمیم می‌گیره و عمل می‌کنه کمتر اشتباه کرده و قدرت اقتصادی در تولید ثروت هست و تولید ثروته که میتونه استقلال سیاسی و امنیت بیاره. خب این راهکارها رو بارها از سوی آقای سریع‌القلم ما میشنویم، ولی روندی که در دنیا داره اتفاق میفته رو به توسعه است، در حالی که در کشور ما رو به زوال. روزنامه جهان صنعت رو اگر ببینیم به گزارشی اشاره کرده از اینکه ایران به رغم داشتن منابع زیرزمینی و خدادادی فراوان در ورطه نابودی قرار گرفته. تیتر روزنامه هم همینه، پشت به برنامه توسعه. اینکه اگر کشورهای دنیا دارن در مسیر توسعه گام برمی‌دارن، ما پشت به توسعه و رو به زوال در حرکتیم و با ناترازی انرژی مواجهیم و این حکمرانی مخرب در سطح اقتصادی به صورت کلان و در سطح سیاست خارجی کشور رو در وضعیت نابودی قرار داده. روزنامه برسیم سوال شما. بله، برسیم به بیمارستان گاندی که اخیراً در آتش سوزی سوخت. بحث ناایمنی ساختمان‌ها، غیر استاندارد بودن سازه‌ها و ساختمان‌ها رو دوباره بالا آورده. دیدم گزارش اعتماد رو تو این زمینه مرور می‌کردی. چی نوشته اعتماد در این مورد؟ روزنامه اعتماد اومده خبرنگارش از همون ابتدایی که این اتفاق افتاده بود به محل حادثه رفته و سعی کرده یک گزارش میدانی از وضعیت منطقه و آتش سوزی و بیمارستان ارائه بده، چون بیمارستان گاندی نخستین هتل بیمارستان کشور رو داشته و حتی ادعا شده بود مجهزترین بیمارستان کشوره، ولی عملا شرایط این بیمارستان هم مانند بسیاری از بیمارستان‌های تهران
در شرایط ناایمن به سر میبره. روایت خبرنگار اعتماد، خب غیر از اینکه حالا با مردم مصاحبه میکنه از وضعیتی که اون ترسی که در منطقه حاکم شده بود به خاطر این آتش سوزی میگه، اما در کنارش یه مصاحبه ای داره با کوروش شمیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی، و او گفته که تمام بیمارستان های خصوصی و غیر خصوصی تهران اخطار آتش سوزی و اخطار ایمنی دریافت کردن، چون در مورد بیمارستان گاندی گفته شد که 5 اخطار دریافت کرده بود، ولی الان آقای شمیمی میگه فقط بیمارستان گاندی نیست که این اخطار رو دریافت کرده، الان ساختمان همه بیمارستان های تهران اعم از خصوصی و غیر خصوصی ناایمن هستند و خارج از ضوابط استاندارد. اون موقعی که ساخته شدند درست ساخته شدن، بنابر استانداردهای آن زمان ساخته شدن، اما الان اون ضوابط رو ندارن و ساختمان ها قدیمیه و نیاز به بازسازی داره، ولی خب اگر قرار باشه همه این بیمارستان ها بازسازی بشن، عملا بیماران روی زمین میمونن. اینه که درباره دلیل آتش سوزی روزنامه اعتماد نوشته که دلیلش یک تهسیگار بوده، اینکه یک بیمارستان بزرگ کارتون های دارو و تجهیزات داشته و یک کارگری مثل اینکه تهسیگارش رو انداخته و به این فاجعه آتش سوزی منجر شده. خب اگر که ما یک فرصت بسیار محدودی داریم، اگر نکته یک مقاله میخواستم از جهان صنعت فقط اشاره کنم بهش، پیش به سوی آخرین ریال جیب مردم، مجلس و دولت هر دو با هم دست در جیب مردم و شهروندان کردن و از ابزاری به اسم مالیات میخوان که تا آخرین ریال از جیب شهروندان برداشت کنن و باور دارن شهروندان سکوت خواهد کرد. ممنونم از تو فرزانه بزفور اینجا در استودیو با ما، و ممنون از شما که بیننده صفحه 1 برنامه امروز ما هم بودید. شب روز شما خوش.